بی‌لیاقتی در دولت منصوب رهبر جمهوری اسلامی، دولت رئیسی، با این یه دست کردن مثلا به قول خودشون سه قوه و اینها، بی‌لیاقتی میخوام بگم در اداره کشور در هر شرایطی، بی برجام و با برجام. به این دلیل میگم که هفته پیش، نمیخوام درباره برجام صحبت کنم، نه هفته پیش دوباره خامنه ای آمده در شبکه مجازی از صلح با معاویه گفته. این بار هرچند که بوی جنگ با معاویه بیشتر میاد تا امکان صلح، اما نکته مهم اینجاست که حکومت به مردم چنین القا می کند که اگر به هر روی برجام احیا شود، مشکلات فعلی اقتصادی کشور جمع و جور میشه. ولی اگه بی‌لیاقتی مسئولان حکومت در اداره کشور بشناسیم، دستمون میاد که اگه جمهوری اسلامی با هر نیتی، حتی فقط برای حفظ خودش، بخواد به اوضاع اقتصادی و وضع مردم واقعا سر و سامون بده، ممکن نیست. به چند وزارتخونه در دولت سید محرومان به قول خودشون ورود بکنیم. عرض کردم دستمون میاد دیگه ماجرا چیه. وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو اگر رسیدیم، وزارت نفت، یعنی وزارتخونه هایی که با نان و آب مردم و با مسکن و زندگی مردم به طور مستقیم درگیره. داغ‌ترین خبر در پیوند با وزارت راه و شهرسازی، به جای اینکه اعلام تحقق وعده ساخت 1 میلیون مسکن دیگر افزون بر 1 میلیون مسکن ساخته نشده در سال اول ریاست جمهوری رئیسی باشه، اون وعده ای که داده بودن، شده دستگیری بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی. این داغ‌ترین خبر این وزارتخونه و این دولت. حالا بعدم گفتم وزیر راه و شهرسازی استعفا داد، برکنار شد، فلان شد، که همش در حد شایعه است. فعلا نخستین بار اردشیر مطهری، سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی و نماینده فعلی مجلس، اعلام کرد که قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه رستم قاسمی وزیر راه، دستگیر شده موقع گرفتن رشوه یورویی. شنیدید میگن مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی بازداشت شد؟ ماموران وزارت اطلاعات قاسم مکارم شیرازی را دقیقاً سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود دستگیر کردند. از آن روز هم رستم قاسمی کمردرد گرفته بستری شده. حالا کجا بستری شده نمیدونم، میگن دیگه، ما نمیگیم. رستم خان شفاف سازی کن لطفاً، از آقازاده چه خبر؟ از جعفری و درویش زاده چه خبر؟ از تربتی و یوسف پور آذر در خصوص زمین‌های پردیس بومهن چه خبر؟ آخه این چی جور اطلاع رسانیه؟ نماینده مجلس طرف. چند تا اشکال اساسی داره که خب در حکومت عدل علی کسی بهش شاید توجهی نکنه، میگن همین که اومد اینو گفت دمش گرم. یکی این اشکال اینه که آقای سرهنگ اردشیر مطهری که این خبر قاعدتا از وزارت اطلاعات گرفته و منتشر کرده، چرا جزئیات رو منتشر نکرده؟ چرا نگفته رشوه از کی میخواسته بگیره یا گرفته بوده که میگیرنش، که حالا تله وزارت اطلاعات بوده؟ موضوع رشوه چی بوده؟ بعدا میگه رستم خان شفاف سازی کن لطفاً، از جعفری و درویش زاده چه خبر؟ از تربتی و یوسف پور آذر در خصوص زمین‌های پردیس بومهن چه خبر؟ من اشاره بکنم فقط به این اسما و بعد بحث رو ادامه بدیم. از جعفری چه خبر؟ منظور علی جعفری است، مشاور رستم قاسمی و سرپرست حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی. یوسف پورآذری هم مشاور دیگر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی است که با تربتی تو زمینخواری پردیس و شهر جدید اندیشه و پرند، اینا پرونده دارن.
در همین حد هم آقای نماینده مجلس حرف روشن نمیزنه. رستم خان از جعفری و پورآذر و فلانی و بهمانی چه خبر؟ آخه این چی جور اطلاع رسانی یک نماینده مجلس مثلا؟ بعدم مگه مملکت قوه قضاییه نداره؟ مگه دادستان و قاضی و دادگاه و بررسی و محاکمه نداره؟ قوه قضاییه چی کاره است؟ اگه حرفای اردشیر مطهری درست باشه که همه منابع اعلام کردن درسته و قاسم مکارم دستگیر شده به دلیل رشوه خواری و تخلفات مالی، پس چرا دستگاه قضایی اطلاع رسانی نمی کنه؟ کم آدمی نبوده که بازرس ویژه وزیر یکم مهمترین وزارتخونه ها بوده. خبر رو باید از این لوسبازی های اردشیر مطهریست جناب سرهنگ سابق نیروی انتظامی آدم بفهمه، بازنشسته ببخشه. بعدم هیچ خبری که نمیشه از هیچ دستگاه حکومتی که هیچ، میگن داریم بررسی میکنیم. تازه رئیس مشق قاسم، این قاسم مکارم، میاد با پررویی تمام میگه این بازرس ویژم نبوده که، این یکی از مشاوران بوده. ببینین دیگه، اعلام حکم بازرس بله ویژه وزیر راه و مسکن و شهرسازی در نهم اسفند 1400، بعد حالا تبدیل شدن این بازرس ویژه وزیر به یکی از مشاورانش در 12 شهریور 1401 بعد از دستگیری این بازرس ویژه، این مشقاسه. مملکت هم که حاکمش آخوندان که دروغ و تقیه در ذاتشون، کسی عقلشو نمیگیره که، عادیه دیگه. بعد یه بیانیه هم میدن آقای وزیر، همین رستم خان، میفرمایند اخیراً خبر منتشر پیرامون یکی از مشاوران این جانب، یکی از مشاوران این جانب بازرس ویژه‌ای اصلا در کار نبود و تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور به وسیله دستگاه نظارتی درون دولت موجب سوء استفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی، خصوصا جوانان انقلابی و پرکار وزارتخانه شده است که در این زمینه خاطر نشان می شود این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضاییه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکر شده صرفاً گمانه‌زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تأیید نیست. این اتهام ها مورد تایید آقای وزیر نیست. به همین دلیل تا بازرس ویژه‌شو دستگیر میکنن، رجبی رئیس حراست وزارت راه و شهرسازی رو که تو تحقیقات درباره مشاور ویژه نقش داشته برکنار میکنه از رو همون تخت بیمارستان. یعنی در این حال که میگه من تابع قانونم و بیطرفم و فساد ستیزم و از این حرفای صدمن یقاضی که همشون میگن، هر کسی رو که میتونه تو این قضیه دست داشته باشه، یعنی در دستگیر شدن مشق قاسم مشاور ویژه رستم خان، اخراج میکنه. تا حالا فعلا زورش به رئیس حراست رسید. اینه که میگم حتی اگر هم خیال با بعضی ها بیاییم بگیم اینا نیتشون خیره، ولی خب تحریما نمیذاره، بازم بیلیاقتی مفرطی که بسا از حرص قدرت و ثروت ناشی میشه کارو خراب میکنه. گیرم خیانتی در کار نیست، اصلا خیانت هیچ. خطا هم نکرده این وزیر راه و شهرسازی که این مشق قاسم آورده کرده مشاور ویژه خودش، چون نمیایم بگیم خطا کردیم اینو آوردیم تو مجموعه دولت مورد تایید امام زمان. مثلا با قایم کردن و دروغ گفتن آبروتون حفظ میشه. حالا کاش فقط همین ماجرا با یه دروغ حل میشد، همین مشکل بود. مشق قاسم برادرزاده هسته آیت الله العظمی مکارم شیرازی است
و اصلا با رانت نزدیکترین مرجع تقلید به خامنه ای آمده شده بازرس ویژه وزارت راه و مسکن و شهرسازی. چجوری بزننش؟ جواب امجانشو چی بدن؟ اینا اگه میتونستن پا رو دوم عموجون مشقاسم بذارن که سالها پیش برادرای مدلل رو کله کرده بودن. همون وقتی که مشقاسم رو گرفتن و رستم رفت بیمارستان خوابید، رئیسی همین سید محرومان سخنگوش رو فرستاد بیمارستان، مثلا عیادت رستم قاسمی. در رسانه های جمهوری اسلامی عیادت تعبیر شد به حمایت رئیسی از رستم قاسمی. سکوت ابراهیم رئیسی در این باره نشان می‌دهد از این بازداشت ناراضی است. همچنین عیادت سخنگوی دولت از رستم قاسمی را در واقع میتوان حمایت نامید که نشان داد دولت با پرونده‌ای که تشکیل شده موافقت ندارد. از همین رو نیز تا کنون در مورد آن کاملا سکوت کرده است. درباره این پرونده، درباره ماجرای وزارت راه و شهرسازی، درباره رستم قاسمی، درباره مش قاسم مطلق سکوت کرده. اینکه بیاد بگه ما گشت ارشاد در داخل دولت داریم، همین در همین حد بسنده بکنه. گفتم دفعه پیش ببخشید مردم رو کودن فرض کرده به جا خودش. از یه طرف دولت منصوب پیشوا، از طرف دیگه این که بازرس ویژه یکی از مهمترین وزارتخونه هاشو سر قرار رد و بدل کردن رشوه گرفتن. رئیسی نیاز به آبرو داره در حفظ کابینش و نمیخواد رقیبان پتشو بزنن. ضمناً این رستم قاسمی که از افراد اصلی تیم دور زدن تحریم ها بود در دوره احمدی نژاد که زیر نظر مستقیم خامنه ای فعالیت میکرد و به همین منظور او رو که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به دلیل همپروندگی با بابک زنجانی رد صلاحیت کردن، به رئیسی گفتن بیارش تو کابینه تا کنار میرکاظمی رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه که دولت احمدی نژاد وزیر بازرگانی بود و وزیر نفت، این ستاد دور زدن تحریم ها رو مثلا بازسازی کنن. یعنی همه امکانات دولت رو در جهت دور زدن تحریم ها سازمان بدن. این بازرس ویژش، همین مش قاسم مکارم شیرازی، وردست رستم قاسمی است در به اصطلاح دور زدن تحریم ها. چرا میگم؟ قاسم مکارم میخواست نماینده مجلس بشه تو همین دوره مجلس فعلی. یه فیلم تبلیغاتی هم درست کرده بود. یه قسمتایشو ببینین چه هرسی داره که زودتر بیاد سر سفره. این که حالا یا با ما یا برما نمیشه. الان این همه مردم مشکلات دارن، این همه گرفتار معیشتن، مردم توی خوردنشون موندن، این همه جوان بیکار داریم، بعد دغدغه اینه که من توی لیست باشم توی لیست نباشم. 63% مردم به لیست رنگ، مردم دنبال نماینده مستقل دارن. گذشت اون زمانی که ما فکر میکردیم میتونیم برای مردم تصمیم گیری کنیم. اصل همین توفیقات است مردم. مشکل اینجاست که ما مردم رو ناراحت نکردیم. ما دلیل شستی ها نفل سوم انقلاب. تا کی باید سرباز پیاده رسان باشه؟ ببینید، من جوان دلیل شستی توی این عرصه ورود پیدا کردم تا سیستم مدیریت کشور رو بتونیم متحول کنیم با ورود جوانان به مجلس. به فضل الهی، به فضل الهی نشد نماینده، شد دست راست رستم قاسمی در انتخابات ریاست جمهوریشون، که رستم قاسمی هم جزو داوطلبان بود. اما گفتم به دلیل همپروندگی با بابک زنجانی کنارش گذاشتم که آبروریزی میشد. همین شخصی که دیدین به فضل الهی، همین آقای فضل الهی، این از کجا آمده؟ این دهه شصتی به قول خودش هیچ رزومه ای نداره. تا قبل از اینکه بشه بازرس ویژه وزیر راه و مسکن و راه و شهرسازی، رزومش فقط برادرزادگی هست آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان جهانه. این رزومه آشکارشه، همه میدونن. سابقه پنهانش راه انداختن یه صرافی با شراکت گلپسر رستم قاسمی است. چرا این صرافی مهمه؟ چون مرتضی قاسمی پسر رستم قاسمی دیگه نمیتونه به اسم خودش یک قرون جابجا کنه، تحریمه. یه همدست مطمئن میخواسته که همین مش قاسمه.
مرتضی قاسمی رو وزارت خزانه‌داری آمریکا شهریور 98 تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 16 شرکت، 10 شخص و 11 نفتکش را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرده است. استیو منوشن وزیر خزانه وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا گفت اقدام خزانه‌داری علیه شبکه نفت خام ایران روشن می‌کند که خریداران نفت ایران مستقیماً از بازوی شبه نظامی و تروریستی ایران یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت می‌کنند. جامعه بین المللی باید نفت ایران را همانطور که با اقدامات خشونت‌آمیز سازمان‌های تروریستی مخالف است رد کند. رستم قاسمی در فهرست تحریم شده هاست. او برای اداره شبکه خود متکی به مقامات و همکاران پاسدار مورد اعتماد خود از جمله پسرش مرتضی قاسمی است. مرتضی قاسمی به نهایی کردن قراردادهای نفتی این شبکه کمک کرده است. مرتضی قاسمی و علی قصیر بابت فروش نفت و قراردادها پورسانت‌هایی دریافت کردند. علی قصیر پسر احمد قصیر یک تروریست لبنانی است که سال 1961 در عملیات انتحاری کشته شد. آمریکا برای اطلاعات که به دستگیری همین علی قصیر شریک مرتضی قاسمی پسر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی کمک بکنه 10 میلیون دلار جایزه گذاشته. حالا این گلپسر رستم خان با این رزومه جهادی میاد با قاسم مکارم شیرازی صرافی میزنه واسه خدمت به دور زدن تحریم ها، پورسانتش هم میگیره. خب نمیشه مش قاسم رو همینجوری داد لب تیغ که. حالا گیرم چند تا اطلاعاتی خود سرم ردش رو زده باشن و گرفته باشن. این فقط وزارت راه و شهرسازی نیست که درگیر این پارتی بازی و فساد و راندخاری است. چقدر شعار میداد این رئیسی، هنوزم با پر روی تمام میده. صاحبش هم رئیس میده، همین خامنه هیچ چیز شعار میده درباره فساد، دولت فساد ستیز و ما از داخل دولت شروع کردیم. هر وزارت خونه ای رو نگاه کنین در این دولت سید محرومان همین وضعه. یه مثال دیگه، وزارت جهاد کشاورزی با وزارت سید جواد ساداتی نژاد. محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید متاسفانه آقای ساداتی نژاد برادر خانمشان آقای نصیری را در حالی به عنوان مدیر کل حراست وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرده که پیشتر او در این سطح کار نکرده است. من این مسئله را به وزیر اطلاعات هم گفتم. وقتی چون این انتصابی صورت بگیرد یعنی هر انحرافی در سیستم باشد مالکشی می شود. چرا به وزیر اطلاعات گفته؟ چون وزیر اطلاعات خودش مدیر حراست وزارتخونه رو گماشته. مثلا مدیرای حراست با تایید وزارت اطلاعات میگه اعتراض کردم به او گفتم آقا این گوش نکرد. نتیجهش میشه چی؟ برای نخستین بار در سامانه بازارگاه کتاژ تقلبی ثبت کردند که چیزی حدود 500 هزار تن را شامل می شد و حدود 1100 میلیارد تومان کالایی را به مرغداران فروختند که وجود نداشت و هنوز مرغداران ما مطالبه آن را دارند. سیستم جهاد کشاورزی هم به این مطالبات پاسخگو نیست. اخیراً خبر رسید که برخی معاونان به همین دلیل مدتی بازداشت شدن و یک نفر هم که قصد افشاگری داشت عزل شد و یکی دیگر با دکترای جغرافیا را به یونسکو فرستادند که مرتبط با تخصص ایشان نبود. یعنی به ایشان رانتی دادند که سکوت کند. اینها مفاسدی است که ما در دولت مردمی آقای رئیسی انتظار آن را نداشتیم. اینا را نماینده مجلس می صفایی، محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همین مدیر کل حراست وزارت جهاد کشاورزی که برادر زن وزیره، وزیرم من نمیدونم برای حال دادن به زنش میره برادر زنش رو برمیداریم میاره. آخه هزار راه دیگه است. خاک بر سرت آقای وزیر.
بردر زنه رو برمیداری میری میکنی و کجا اونم وزارت جهاد کشاورزی که با قوت لحظه به لحظه مردم سر و کار داره میکنیش مدیر کل دفتر مرکزی حراست وزارت خونه. همین شخص آقای نصیری در فساد 800 میلیون دلاری این وزارت خونه دست داشت، همون برادر زن وزیر که قبلا توی برنامه در پیوند با کلاهبرداری آریا تجارت سهیل همین 3-4 هفته پیش بهش پرداختم، گفتن مدیر حراست خودش ندزدیده، فقط در برابر این فساد سکوت کرده.